مراحل ساختن سحن حضرت عقیله بنی هاشم علیه السلام در آستان مقدس حسینی طی می شود. به گزارش واحد خبرنگاری شیعه ویوز، کارکنان فنی و مهندسی آستان مقدس حسینی همچنان به کار خود در پروژه سحن حضرت عقیله بنی هاشم علیه السلام مشغول هستند. بنابر این گزارش این پروژه در مساحتی بالغ بر 50 هزار متر مربع و زیر بنای 115 هزار متر مربع در حال ساخت است. ساختن این صحن بزرگ که از پروژه های استراتژیک و مهم در طرح توسعه آستان حسینی محسوب می شود با هدف افزایش ظرفیت ظاهرپذیری در زیارت های میلیونی طراحی شده است. مهندس حسین رضا از مهندسان این پروژه در مصاحبه با خبرنگار شیه ویوز گفت آستان مقدس حسینی در راستای خدمت به زایران میلیونی حضرت سید و شهده علیه السلام آماده سازی سحن حضرت عقیله سلام الله علیه ها را در دست دارد و افزود: این سحن بزرگ دارای دو طبقه و در برخی از قسمتها دارای چهار طبقه شامل دو طبقه زیرزمین و دو طبقه بالای آنها است. مهندس عباس بیاتی نیز در این باره گفت این پروژه از طرحهای حساس و مهم است و کسانی که در این طرح بزرگ مشغول فعالیت هستند از تجربهی بالا در این زمینه برخوردارند. به افزود کادر حفاری این پروژه متخصص این امره هستند و آمادگی حفاری تا عمق چهل متر برای زیرزمین های مقاوم و مستحکم را دارند. بیاتی با اشاره به نزدیک بودن سطح آبهای زیرزمینی در این منطقه ادامه داد کار حفاری در این منطقه سخت و مشقت آور است و برای ایمنی بیشتر سنسورهایی را در ساختمانهای مجاور این پروژه قرار دادیم تا تحرکات ریز را نیز بررسی و از حوادث ناگوار پیشگیری کنیم. به گفته مسئولان امر این پروژه عظیم بعد از بهره برداری نهایی دارای بخش های خدماتی و رفاهی است و همچنین در این پروژه فضاهایی برای کتابخانه موزه و کارگاه های صنعتی گوناگون وابسته به این آستان در نظر گرفته شده است گفتنی است یک زیرگذر نیز در حد فاصله میدان شهدا تا مرقد حلامه ابن فهد هلی در خیابان قبله امام حسین علیه السلام به طول 530 متر و عرض 12 متر برای مرور خودروها و ماشینالات در دست اجرا است.